سال بعد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز در ایران، موسوی، رهنورد و کروبی هنوز پای حرفشان ایستادند. داستان پزشکی ایرانی که مردم شهری کوچک در بلغارستان برای ماندنش تومار جمع کردند. و نگاهی به سرگذشت هنری گلنوش خالقی، رهبر ارکستر ایرانی که در آمریکا درگذشت. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 10 سال از آغاز حبس خانگی رهبران جنبش سبز می‌گذرد، بدون برگزاری دادگاه یا طی شدن هر گونه فرایند قضایی. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اما کماکان بر سر موضعشان ایستادند. در این 10 سال عرصه سیاست ایران شاهد تحولات عمیق و پیچیده‌ای بوده. حاکمیت آشفته از اعتراضات 88 و بیش از پیش و با خشونت هر حرکت اعتراضی را سرکوب کرده و رقابتی که زمانی بین اصلاح طلب و اصولگرا بود را به رقابتی بین حکومت و مخالفان حکومت تبدیل کرده. وعده رفع حصر که از جمله وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری بود محقق نشده و انتخابات سال گذشته مجلس نشان داد که احتمالاً بخش بزرگتری از جامعه ایران از صندوق رأی قطع امید کردند. فضای سیاسی ایران به گفته ناظران از گذشته رادیکال‌تر شده و خشم اجتماعی فراگیرتر. در چنین شرایطی جایگاه رهبران جنبش سبز کجاست؟ جزئیات بیشتر از فرنوش امیرشاهی. این حمله ها و شعارها مقدمه اجرای حصر بود. به فاصله کوتاهی ساخت یک در بزرگ مشکی رنگ در ورودی کوچه اختر منتهی به خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصر را رسمی کرد. حالا از روندی که جایی در قانون ندارد 10 سال تمام گذشته. پس رهبر معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 عمرشان را در حبس خانگی با کتاب و نقاشی و ملاقات‌های گاه و بیگاه می‌گذرانند و پیر می‌شوند. در 2 سال گذشته بعضی محدودیت‌ها رفع شده، اما هنوز بسیاری از محرومیت‌ها باقی است. در آخرین مورد، با اینکه اخیراً به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه دسترسی به تلفن داده شده، اما به دلیل تماس‌های آنها با زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان اعتراض‌های سال‌های 88، 96 و 98 تهدید به قطع دوباره تماس‌هایشان شدند. فراتر از همه این محدودیت‌ها، کلید خانه‌های اختر و جماران هنوز در دستان ماموران امنیتی است و این سوال باقی که کلیددار اصلی چه زمانی اجازه باز شدن درها را خواهد داد. اولین بار سال 91 اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس وقت ایران به روزنامه کیهان گفت که فرمان حصر از طرف آیت الله خامنه ای بود. چندی بعد تعدادی از اصولگرایان از ابلاغ این دستور توسط شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، موضوعی که بارها تایید و تکذیب شد تا سرانجام سال 96 سخنگوی این نهاد گفت که تصمیم حصر از جانب آنها و بنابر اقتضاعات امنیتی آن دوران بوده. رهبر جمهوری اسلامی از این تصمیم رضایت داشت. در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست. ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه و اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود. بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی بعضی ابراز امیدواری کردند که با میانجیگری موضع حکومت تغییر می کند. به ویژه اینکه رسیدگی به این موضوع از وعده های انتخاباتی او بود. اما شرایط حبس خانگی تغییرش اندانی نکرد و وزارت اطلاعات دولت او مجری این دستور باقی ماند. شرط رفع حصر عذرخواهی و جبران مواضع پیشین عنوان شده. اون کسانی که فکر می کردن در انتخابات تقلب شده چرا
برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردند. جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟ اما نامه ها و پیام های تند آنها که رهبری آیت الله خامنه ای را به چالش کشیدن نشان داد که کوتاه آمدنی در کار نیست. موضوعی که به یکی از نگرانی های حکومت از نوع فعالیت سیاسی آنها در صورت خروج از زندان خانگی تبدیل شده. از یک سوریشه در نگرانی های امنیتی مقامات جمهوری اسلامی داره. به هر حال در درون جامعه نارضایتی های گسترده‌ای از عملکرد جمهوری اسلامی وجود داره و همین باعث شده که ما تظاهرات ها و اعتراض های گسترده سال های 96 و 98 رو در جامعه داشته باشیم. مقامات امنیتی تصور میکنن که آزادی رهبران جنبش سبز ممکنه باری بر در واقع نگرانی های امنیتی اونها اضافه کنه. اما به نظر من دلیل مهمترش کینه توزی رهبران جمهوری اسلامی به ویژه آقای خامنه ای است. با این حال تأثیرات جسمانی سالهای حصر و کهولت سن این سه نفر سختگیره ها نسبت به 6 سال اول را به تدریج کمتر کرده. بهانه حصر استقبال از فراخوان مهدی کروبی و میر حسین موسوی برای این تجمع در سال 89 و در حمایت از بهار عربی در مصر و تونس بود. آن هم 1 سال بعد از تلاش حکومت برای خاموش کردن آتش اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88. واکنش مقامات شدید بود و فریاد اعدام و برخورد از تریبون‌های رسمی به هوا بود. نتیجه‌اش حبس خانگی طولانی مدتی شد که امروز در آستانه 11 سالگی است. فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد. به نظر میرسد آنچه که آیت الله خامنه ای پایان یافته میخواندش هنوز تمام نشده و تأثیراتش در عرصه سیاست ایران باقی است. سرنوشت حصر تصمیم دشوار برای کسی است که مواضعش درباره آن انتخابات و رهبران معترضان مقبولیتش را خدشه‌دار کرد و حالا اجازه بازگشت آنها به دنیای سیاست هم میتواند در بزنگاه‌های تاریخی جایگاهش را در قدرت متزلزل کند. فرنوش امیرشاهی، BBC. حصر در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی واژه ناشناخته ای نیست. شماری از مسئولان و مقام های ارشد سیاسی و مذهبی به دلایل مختلفی حصر خانگی شدند و چند سالی از عمرشان را در چنین شرایطی گذراندند. چهره هایی مثل آیت الله محمد کاظم شریعت مداری و آیت الله حسین علی منتظری. حالا میر حسین موسوی، کسی که 8 سال در زمان جنگ ایران و عراق سکاندار دولت بود، 10 سال است که همراه همسرش زهرا نهنورد در حصر خانگی است. او که حالا در آستانه 80 سالگی است، چرا و چگونه همچنان در خانهش محصور است؟ مسعود آذر نگاهی کرده به اتفاقهای قبل و بعد از حصر میر حسین موسوی. از آخرین تصاویر از میر حسین موسوی در حصر، 10 سال پیش پنجره‌های این خانه را جوش دادند. کلید خانهش به دست نیروهای امنیتی افتاد و رفت و آمد در آن ممنوع شد. حسین موسوی به صحنه آمدم. آقای موسوی بعد از 20 سال از پایان نخست وزیری و خانه نشینی میخواست اتاق فرمان پاستور را در دست بگیرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اتفاقهایی افتاد که در همین 4 دیواری کوچه اختر چسبیده به نهاد ریاست جمهوری به همراه همسرش زهرا رهنورد محصور شد. او آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب اسلامی بود و در پایان 8 سال نخست وزیریش مهمترین پشتوانه سیاسیش یعنی آیت الله خمینی را از دست داد. کار اجرایی را رها کرد. از طرف رؤسای جمهور بعدی مشاور شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما در عمل سیاست را بوسید و کنار گذاشت و به حرفه مورد علاقه‌اش نقاشی و کارهای هنری رو آورد و در فرهنگستان هنر که خودش تأسیس کرده بود مشغول شد. در 10th دور انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اعلام نامزدی به عالم سیاست برگشت. انتخابات میان آقای موسوی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت 2 قطبی شد. با گذشت ساعتی از پایان رأی‌گیری، میر حسین موسوی اعلام کرد که پیروز قطعی انتخابات است.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. اما وزارت کشور اعلام کرد آقای احمدی نژاد بیش از 63% از آرا را کسب کرده است و 11 میلیون رای بیشتر از آقای موسوی به دست آورده. او و مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات نتیجه را نپذیرفتند و اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده و این آغاز جنبش سبز شد. معترضانی که به مناسبت‌های مختلف به خیابان آمدند. آقای موسوی در مجموع 18 بیانیه و نامه به مردم، مقام‌های دولتی و علما نوشت. او فردای روز انتخابات در 23 خرداد ماه در اولین بیانیه با عنوان پایداری در شعبده بازی اعلام کرد که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد. فردای آن روز در نامه‌ای به شورای نگهبان با اشاره به تخلفاتی که صورت گرفته تقاضای ابطال انتخابات کرد و راهپیمایی 25 خرداد ماه یکی از نقاط عطف اعتراض ها بود که تخمین زده می شود حدود 3 میلیون نفر در تهران به خیابان ها آمدند و شعار رأی من کو سر دادند. آقای موسوی در 25 بهمن ماه سال بعد برای همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه به ویژه تونس و مصر درخواست صدور مجوز راهپیمایی کرد، اما پذیرفته نشد و طرفداران جنبش سبز به خیابان آمدند و نیروهای امنیتی اجازه خروج از خانه به او ندادند و حصر او آغاز شد. سعی کردم ایشون رو در صحنه نگه دارن. در این سالها رهبر حکومت ایران بارها درباره اتفاقهای پس از 88 صحبت کرده، از رفتار و بیانیه‌های میرحسین موسوی انتقاد کرده. سوال اینه، شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شده؟ آقای موسوی در این سالها تحت فشار زیادی برای پس گرفتن ادعای تقلب در انتخابات بوده. در مجلس نهم یا نماز جمعه تهران خواستار اعدام آقای موسوی شدند، اما در این سالها دادگاهی تشکیل نشد تا به اتهام‌ها علیه آقای موسوی رسیدگی شود. در سالهای حصر ارتباطات او در حداقل ممکن بود و کمتر پیامی از او به گوش می رسید. در جریان اعتراض‌های خونین آبان ماه سال گذشته او رفتار حکومت با معترضان را با حکومت شاه مقایسه کرد و گفت آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و مأموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. آقای موسوی در آستانه 80 سالگی یک دهه از عمرش را در حصر گذراند. چند بار بیمار شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. فرزندانش میگویند پدرشان پیر شده، اما از حرف‌ها و مواضعش کوتاه نیامده و همان معترض سال 88 است. مسعود آذر، BBC. نام یک پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان هیاهوی زیادی به پا کرده. دکتر عبدالله زرگر رئیس یک بیمارستان در شهری کوچک در فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است. آقای زرگر به دلیل قانونی جدید که به خارجی‌ها اجازه ریاست نمی‌دهد از سمتش برکنار شد، اما مردم با جمع کردن امضا خواستار بازگشت او شدند و دولت هم به خاطر خدماتش بعد از 16 سال به او تابعیت بلغارستان داد. همکارم پرهام قبادی با دکتر زرگر صحبت کرده و درباره اتفاقات اخیر و برنامه‌های آینده‌اش از او پرسیده. دکتر عبدالله زرگر اسم پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان. دکتر عبدالله زرگر حالا نامی آشنا در این کشور است. رئیس بیمارستانی که از سمتش برکنار شد، اما علاقه مردم به او باعث شد هم صندلی ریاست برگردد، هم شهروندی این کشور را تقدیمش کنند.
قانونی جدید در بلغارستان اجازه ریاست خارجی ها بر بلغارها را نمی دهد. البته نه همه خارجی ها. رئیس یا باید اهل بلغارستان باشد یا کشوری دیگر در اتحادیه اروپا. دکتر زرگر اهل آذربایجان شرقی در ایران است و 16 سال است که در بلغارستان زندگی می کند. او که 52 سال سن دارد پیشتر برای شهروندی بلغارستان اقدام کرده بود، اما درخواستش رد شد. بلغارستان در جنوب شرقی اروپا و فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است. دکتر زرگر حتی در پایتخت زندگی نمی کند. بیمارستانش در شهری است کوچک به نام ایسپریخ. از دکتر زرگر پرسیدم که چطور شد آنجا رفت. بهم گفتن که اینجا بیمارستانی است که داره ورشکست میشه، بسته میشه. یه دوستی دارم اون تو آلمان الان متخصصه، گفت اگه امکان داره بیای کمک کنی. منم همون داشتم قرارداد میبستم با انگلیس با بیمارستان کرو، دیگه تصمیم گرفتم بیام اینجا. 8 سال پیش بود اومدم تو این شهر کوچیک است، ایسپریخ اسمش است. وقتی بیمارستان ورشکسته را راه انداخت همه قدردانش نبودند. مقامات محلی، همکاران و حتی مردم به دکتری خارجی خوشبین نبودند، اما با خدماتش احترام همه را برانگیخت. در بیمارستان بخش‌های جدید باز کرد، تجهیزات تازه خرید و متخصصان مختلف استخدام کرد. وقتی با اجرای قانون جدید از ریاست بیمارستان برکنار شد، مردم بیکار ننشستند، تومار جمع کردند. توماری که 7000 نفر آن را امضا کردند، در شهری که تنها 9000 نفر جمعیت دارد. ملت شروع کردن به جمع‌آوری امضا. البته جمع‌آوری امضا من نمیدونم تو یوکی چطوره، تو بلغارستان خیلی کار مشکلیه. اینطوری نیست که شما برین همینطوری امضا جمع کنین. قانون‌های خاصی داره و خیلی مشکله. قرار بود حدود 20 روز امضا جمع کنن که حدود 1000 تا مثلا امضا جمع کنن بفرستن وزارت بهداشت، که تقریبا 5 روزه 7000 تا امضا جمع شد. این امضاها رو جمع کردن، بعد تلویزیون ها هم کمک کردن، دعوت کردن از بعضی تلویزیون ها. وقتی داستان رسانه ای شد، پای دولت هم باز شد. روندی که پیشتر به مشکل خورده بود، 2 هفته ای حل شد. به دکتر محبوب شهروندی بلغارستان اعطا شد. امروز نخست وزیر بلغارستان به این شهر کوچک آمد برای دیدار با دکتر ایرانی و حالا بلغارستانی، همراه با وزیر بهداشت و وزیر اقتصاد. دکتر زرگر میگوید پیش از این اتفاق قصد مهاجرت داشته، اما حالا نمکگیر شده. من واقعیتش باز میخواستم در بیام در انگلیس کار کنم. خب میدونین اونجا هم احتیاج هست. من جی ام سی رجستریشن دارم به عنوان متخصص، کانسالتانتم میکنم کار کنم. تصمیم گرفته بودم که بیام دیگه، چون این کار که نمیشه، من به خاطر این کار اومدم اینجا. ولی الان از طرف ملت یک علاقه نشون داده شد، از طرف دولت اونقدر احترام به من گذاشتن، به ملیت من، به کار من، که واقعا من دیگه هیچ از نظر روحی و وجدانی حق ندارم که تصمیم بگیرم حداقل از اینجا خارج شم در این زمان نزدیک. مردمی قدردان زحمات دکتری که خدمت به آنها را به مهاجرت به کشوری ثروتمندتر ترجیح داده. پرهام قبادی، بی بی سی. گلنوش خالقی موسیقیدان ایرانی و فرزند روح الله خالقی در سن 80 سالگی در واشنگتن درگذشت. او نخستین زن ایرانی بود که در رشته رهبری کر تحصیل کرد و در دهه 50 خورشیدی رهبر کر رادیو تلویزیون ملی ایران بود. خانم خالقی مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی به آمریکا کوچ کرد و در این کشور با بنیانگذاری و رهبری ارکستر روح الله خالقی برای اشاعه موسیقی ایرانی کوشش کرد. پژمان اکبرزاده نگاهی کرده به فعالیت هنری او. سال 1353 خورشیدی آغاز فعالیت‌های حرفه‌ای گلنوش خالقی بود. به ایران دعوت شد تا کر رادیو تلویزیون ملی معروف به گروه هم‌آوازان را پایه‌گذاری کند. برنامه‌های گوناگونی توسط این گروه اجرا شد که بیشتر متمرکز به آثار کلاسیک غربی بود. رادیو تلویزیون در اون موقع یک ارکستر مجلسی داشت که چند سال بود که از تأسیسش می‌گذشت و خیلی هم موفق بود. و اینها برای اینکه ارکستر مجلسی بتونه فعالیت‌های بیشتری داشته باشه، تصمیم گرفتن که بهتر یک گروه کر هم داشته باشن که در همون حد
حرفه‌ای تربیت بشه که بتونه با ارکستر همکاری کنه. و به همین دلیل وقتی من پیشنهاد کردم گروه هم‌آوازان ایجاد بشه خیلی استقبال کردن. من البته پیشنهاد کردم که یک مدرسه کرمایی درست کنیم و خیلی همکاری کردن و ما مدرسه هم‌آوازان رو به وجود آوردیم و گروه هم‌آوازان از توی اون مدرسه در حقیقت بیرون اومد. فعالیت‌های گروه روز به روز گسترده‌تر شد، ولی پیروزی انقلاب اسلامی موجب فروپاشی آن شد. آخرین اثر گروه ضبط مخفیانه سرود آزادی ساخته گلنوش خالقی با شعری از فریدون مشیری بود. یه روز که داشتم می‌رفتم تلویزیون، یکی از این صدا بردارا که رئیس صدا برداری تلویزیون بود به من گفت که شنیدم یه سرود خیلی قشنگی ساختی. از قرار معلوم بچه‌های کور باهاش صحبت کرده بودن، گفته بودن یه گلنوش همچین کاری کردی. و به من گفت که نمیخوای اینو ضبط کنی؟ گفتم از خدامه که همچین چیزی رو ضبط کنم، ولی نمیدونم اجازه میدن. گفت نه الان اجازه نمیدن تو اینو ضبط کنی، ولی ما یواشکی این کارو خواهیم کرد. شاه بود به من گفت که من یه استودیو در اختیارتون میذارم، اگه پاسدارا بفهمن ما این کار داریم میکنیم میان قطع میکنن. نمیذارن، دو دفعه بیشتر نمیتونیم بذاریم، همین دو دفعه اول که میزنین باید خوب از آب در بیاد و همین بشه. و همینطور هم شد. بچهای کور کلته تمرین کرده بودن با ارکستر، یکی دو دفعه ما زدیم تمرین کردیم و اینو ضبط کردیم. گلنوش خالقی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب به آمریکا کوچ کرد. پس از چند سال فعالیت‌های پراکنده در سال 1364 ارکستر روح الله خالقی را در واشنگتن تشکیل داد و به اجرای تنظیم‌های نو از آثار استادان موسیقی ایرانی پرداخت. فعالیت‌های ارکستر پس از چند سال به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و خالقی در سال 1369 به بهانه 25 سالگرد درگذشت پدرش به ایران سفر کرد تا کنسرت‌هایی را رهبری کند. مقام‌های وقت اما به او به دلیل زن بودن اجازه رهبری ارکستر روی صحنه را ندادند. با وجودی که من حاضر بودم مقنعه سرم کنم، رو پوش بپوشم و حجاب اسلامی هم داشته باشم هنگام اجرا، ولی به من بازم اجازه ندادن. بعد دیگه خیلی خواستن محبت کنن، گفتن خیلی خوب میتونی شما کنسرت بدین برای خانوما. من گفتم من هرگز این کارو نمی کنم که بیام برای خانومای برای یه عده خاص برنامه اجرا کنم. اگه من کنسرت میدم باید همه آزاد باشه که بتونن بیان گوش کنن، چرا برای خانوما؟ گلنوش خالقی در سالهای بعد برای حفظ آثار پدرش مرکز هنری روح الله خالقی را در آمریکا تشکیل داد که موجب نشر چندین مجموعه از آثار خالقی در ایران و آمریکا شد. بسیاری از آثار خود او اما هنوز منتشر نشده. ده سال از وقتی یونسکو 13 فوریه را روز جهانی رادیو گذاشت می‌گذرد. بیش از 110 سال پیش اولین برنامه رادیویی که برای عموم مردم پخش می‌شد روی آنتن رفت. این رسانه که به نظر می‌رسد این روزها کمتر سراغش می‌رویم، پس از یک قرن و 10 سال حالا در قالب‌های متفاوتی همچنان حضور دارد، از پادکست گرفته تا اپلیکیشن‌های گفتگوی عمومی. هادی نیلی در گزارشش نگاهی انداخته به این تحول. دستگاهی که زمانی فقط در خانه‌های مجلل و عیانی پیدا می‌شد، خیلی سریع در قرن بیستم، قرن گذشته، جایش را در هر خانه و حتی در جیب خیلی از مردم باز کرد. در آغاز اخبار ایستگاه‌های رادیوها پر بودند از پروپاگاندای سیاسی. اوجش در جنگ جهانی دوم که آنتن‌ها در پایتخت‌های مختلف اروپا بالا می‌رفت تا قدرت‌های آن روز روی امواج هم با یکدیگر نبرد کنند. متفقین چنان محکم در آن عرصه مستقر گردیدند که می‌توانند با هر حمله‌ای مقابله بنمایند. همچنان رسانه است که موقعی که شنونده به اون گوش میکنه فکر میکنه که شما فقط دارید با او حرف میزنید و موقعی که شما برنامه پخش میکنید امیدوارم که اینطور فکر کنید که فقط دارید برای من این برنامه رو پخش میکنید. تا همین چند دهه پیش و قبل از قدرت گرفتن تلویزیون و اینترنت، خیلی جاها رادیو تنها رسانه در دسترس بود و سکوی اخبار فوری. به ویژه برای جوامعی که رسانه‌ها تقریبا همیشه زیر سانسور بودند، رادیو توانست راهی باشد به دنیای بیرون.
چند دهه پیش برای داشتن یک برنامه رادیویی به تجهیزاتی بیشتر از اون چیزی که الان در این اتاق هست نیاز بود. الان حتی به همین تجهیزات هم نیازی نیست. اغلب اینها روی گوشی‌های تلفن همراه هست. امروز پادکست‌ها همان رادیوهای دیروزند. از جمله در ایران که شمار پادکست‌ها و شنوندگانشان در چند سال اخیر رشد سریعی داشتند. پادکست به خاطر آزادی که توی قالب و توی نحوه پخش داره نروکست، مخاطبش محدوده. مخاطب پادکست خودش پیدا میشه. حتی مهجورترین دغدغه‌های آکادمیک، دغدغه‌های محلی، دغدغه‌هایی که به هر دلیلی نمیتونن وارد مدیای عمومی بشن میتونن شنونده خودشونو داشته باشن. در این دهمین سالی که روز جهانی رادیو بزرگ داشت می شود، یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، با اشاره به تکامل رادیو، نوآوری ها در آن و همینطور نقشش در مرتبط کردن مردم با یکدیگر و با موضوعات مختلف را برجسته کرده است. هادی نیلی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.